آمریکا کشوری است بزرگ با 340 میلیون نفر جمعیت که جغرافیای وسیعی رو شامل میشه. در صورت مقایسه با بسیاری از کشورها میشه گفت که هر کدام از ایالت‌های آمریکا کشوری هستند با شرایط اقتصادی، جغرافیایی و فرهنگی متفاوت. در واقع نمیشه بدون آشنایی با ایالت‌های آمریکا به شناخت درستی از این کشور دست یافت. به همین دلیل امروز می‌خوایم سفری داشته باشیم به سواحل اقیانوس آرام در غرب آمریکا و با مهمترین و پرجمعیت‌ترین ایالت این کشور آشنا بشیم. اینجا کالیفرنیا است. کالیفرنیا پس از آلاسکا و تگزاس سومین ایالت بزرگ آمریکا است و اقتصادش بزرگترین اقتصاد زیرملی در جهانه. اگر این ایالت رو یک کشور فرض کنیم، کالیفرنیا پنجمین اقتصاد بزرگ جهان و 37مین کشور پر جمعیت جهان به شمار میاد. این ایالت با اقتصاد متنوعی که داره به عنوان مراکز جهانی صنعت، فناوری و سرگرمی شناخته میشه. در کنار این، کالیفرنیا از نظر اشتغال و درآمد موقعیت بسیار مناسبی داره و متوسط درآمد یک شخص در کالیفرنیا به طور معمول حدود 73 هزار دلار در ساله. اما باید توجه داشت که کالیفرنیا برای زندگی نیز جزو 3 ایالت پرهزینه آمریکا دسته‌بندی میشه. در کنار اقتصاد قدرتمند، وجود بسیاری از جاذبه‌های دیدنی، پارک‌های ملی زیبا و مناظر شگفت‌انگیز که همگی شهرت جهانی دارند، باعث شدند که سالانه میلیون‌ها گردشگر از سراسر جهان از این ایالت دیدن کنند و کالیفرنیا رو به توریستی ترین ایالت آمریکا تبدیل کردند. ایالت کالیفرنیا در غرب آمریکا جای گرفته که از شمال با اورگان، از شرق با نوادا و آریزونا و از جنوب با مکزیک مرز مشترک داره. این ایالت 424 هزار کیلومتر مربع مساحت داره که اگر مقایسه کنیم میبینیم که تقریبا یک چهارم ایرانه. مرکز کالیفرنیا شهر ساکرامنتوه و از مهمترین شهرهای اون میشه به لس آنجلس، سان دیگو، سان خوزه و سان فرانسیسکو اشاره کرد. این ایالت 39 میلیون نفر جمعیت داره که بزرگترین جمعیت ایرانی تبار خارج از خاورمیانه رو در خود جای داده. کالیفرنیا اگرچه به داشتن آب و هوای گرم و آفتابی معروفه، اما به دلیل وسعت زیاد، جغرافیای بسیار متنوعی داره. پیشینه اون چه امروزه کالیفرنیا نامیده میشه به زمانی برمیگرده که قبایل مختلف سرخپوست و بومی در اون زندگی میکردند. پس از اینکه این منطقه طی قرن‌های 16 و 17 میلادی توسط اروپاییان کشف شد، تحت استعمار اسپانیا قرار گرفت. کالیفرنیا در سال 1821 پس از استقلال از اسپانیا بخشی از مکزیک شد. اما پس از جنگ مکزیک و آمریکا در سال 1848 تحت اختیار آمریکا قرار گرفت. در ادامه تب طلای کالیفرنیا باعث مهاجرت گسترده‌ای از شرق و خارج از کشور شد که به همراه پیشرفت اقتصادی تحولات اجتماعی بسیاری نیز به همراه داشت. پس از نگاهی اجمالی به این ایالت در ادامه با شهرهای مهم اون آشنا خواهیم شد. سان فرانسیسکو در امتداد اقیانوس با پل نمادین گلدن گیت یکی از زیباترین شهرهای ایالات متحده و جواهر کالیفرنیای شمالیه. سان فرانسیسکو شهر مدرنیه که با مراکز تجاری و مالی، تنوع فرهنگی و مناظر زیباش کاملا شناخته شده. این شهر با نزدیک 810 هزار نفر جمعیت، چهارمین شهر بزرگ کالیفرنیا است که با تابستون‌های سرد و مهالود زیباش معروفه. منطقه خلیج سان فرانسیسکو بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی آمریکا رو داشته، به طوری که 4 شرکت از 10 شرکت بزرگ جهان و 4 فرد از 10 فرد ثروتمند جهان در این شهر حضور دارند. این شهر پر از تاریخ، محله‌های عالی، پارک‌ها، سواحل، موزه‌ها و مجموعه‌ای از مراکز سرگرمیه. سان فرانسیسکو همچنین به خاطر یکی از پرپیچ و خم‌ترین خیابون‌های جهان، یعنی خیابون لومبارد هم شهرت داره. اما یکی از جاذبه‌های مهم این شهر که همه ما به واسطه فیلم‌های هالیوودی با اون آشنا هستی، زندان آلکاترازه که در جزیره‌ای در فاصله 2 کیلومتری سان فرانسیسکو جای گرفته.
این زندان از سال 1934 میلادی به مدت 29 سال مقر جنایتکاران حرفه‌ای و بسیار معروف آمریکا و جهان از جمله آلکاپون بود. آلکاتراز در سال 1963 تعطیل شده و به محلی برای بازدید عموم تبدیل شد تا به صورت رایگان از اون بازدید کنند. یکی از جاهای دیگر این شهر که ارزش دیدن رو داره محله چینی هاست. شاید در شهرهای دیگه به محله چینی ها رفته باشید، اما محله چینی های سان فرانسیسکو قلمرو کاملا متفاوتیه. با توجه به وجود تبعیض نژادی در ساختار آمریکا، این ناحیه تبدیل به محله‌ای برای گرد همایی چینی ها شد. اکنون با معابد، فروشگاه ها، مغازه های عتیق فروشی و سوغات، چایخانه ها و داروخونه های سنتی، بازدید از محله چینی ها به یکی از بهترین تفریحات سان فرانسیسکو تبدیل شده. سان دیگو شهری ساحلی در جنوب کالیفرنیا و واقع در گوشه جنوب غربی آمریکاست. این شهر با جمعیتی بیش از 1,300,000 نفر، دومین شهر بزرگ کالیفرنیا و هشتمین شهر بزرگ آمریکا به شمار میاد. سان دیگو قدیمی ترین شهر کالیفرنیا است که در سال 1769 تأسیس شده. خیلی ها سان دیگو رو جذاب ترین شهر آمریکا میدونن. سان دیگو یک شهر نیست، بلکه مجموعی از شهرها و روستاهای مختلفیه که هر کدوم زیبایی‌ها و جاذبه‌های منحصر به خود رو دارن. این شهر با آب و هوای همیشه آفتابی، بیش از 110 کیلومتر ساحل زیبا و یکی از بهترین باغ وحش‌های آمریکا، سالانه میزبان هزاران مسافر علاقمند به این شهره. علاوه بر این، سان دیگو زندگی شبانه پر جنب و جوشی نیز داره. رستوران‌ها و بارهای شبانه زیادی در این شهر هست که گردشگران زیادی در اونجا به تفریح می‌پردازند. از اونجایی که این شهر با مرز مکزیک تنها 25 کیلومتر فاصله داره، جای تعجبی نیست که سان دیگو یکی از مراکز غذاهای متنوع و لذیذ مکزیکی باشه. کلان شهر لس آنجلس با لقب شهر فرشتگان نزدیک به 13 میلیون نفر جمعیت داره، که پس از نیویورک دومین شهر بزرگ آمریکا و بزرگترین شهر ایالت کالیفرنیا به شمار میاد. لس آنجلس از محبوب ترین شهرهای آمریکاست که خانه هالیوود نیز هست و به همین دلیل به عنوان پایتخت سرگرمی جهان نیز شناخته میشه. شهری پر از ستارگان سینما، موسیقیدانان و خواننده ها، تیم های ورزشی معروف و ترافیک و آلایندگی. بندرهای به هم پیوسته لانگ بیچ در این شهر درگاه واردات و صادرات به کشورهای شرق آسیا بوده و مقام پنجم پر رفت و آمدترین بندر دنیا رو داراست. لس آنجلس به خاطر داشتن مراکز تفریحی و سرگرمی فراوان، دومین شهر ایالات متحده از نظر جذب گردشگر نیز محسوب میشه. از اونجایی که سیستم گسترده حمل و نقل عمومی در این شهر وجود نداره، برای جابجایی به اطراف شهر به یک ماشین نیاز خواهید داشت. لس آنجلس برخلاف شهر شیکاگو که به شهر آسمون خراش ها معروفه، ساختمون‌های بلند مرتبه زیادی نداره. این شهر یکی از متنوع‌ترین مقاصد فرهنگی در جهانه که مردمانی از 140 کشور جهان در اون زندگی می‌کنند. لس آنجلس بزرگترین درصد مردم لاتین رو در میان همه شهرهای آمریکا داراست. تقریباً 45 درصد از جمعیت لس آنجلس لاتین هستند که نزدیک 80 درصد اونها تباری مکزیکی دارند. در معرفی شهر لس آنجلس باید بدونید که یکی از ویژگی‌های اصلی اون آب و هوای عالی این شهره. سانتا مونیکا شهری کوچک در غرب کلان شهر لس آنجلس که از پرطرفدارترین شهرهای ساحلی در بین گردشگران در کالیفرنیا و کل کشور آمریکا به حساب میاد. معمولاً در سانتا مونیکا از خیلی جمعیتی از موج‌سوارها و علاقه‌مندان به یوگا گرفته تا نوازندگان و هنرمندان دورگرد و خیابونی به چشم می‌خوره. سرتاسر این خیابون‌ها مملو از رستوران‌ها و کافه‌هاییه که تا نیمه شب باز هستند. در کنار این، در حومه غربی لس آنجلس، شهری کوچک و زیبا ولی بسیار گران قیمت با نام بورلی هیلز هست که اکثر هنرپیشگان، خوانندگان و ثروتمندان کالیفرنیا در اونجا زندگی می‌کنند. مجلل‌ترین و گران‌قیمت‌ترین خونه‌های آمریکا در این شهر وجود دارند.
که پیاده روهای بسیار عریض و درختکاری شده زیبایی خاصی به اون بخشیدند. جدای از این، لس آنجلس به خاطر داشتن مکانهایی چون شهر بازی دیزنیلند، استودیوهای متعدد فیلمسازی و دهها گالری و نمایشگاه نیز بسیار دیدنیه. دیزنیلند یک شهر بازی عظیم و معروف جهانیه که انواع وسایل سواری، بازی، نمایش و سرگرمی به همراه رستوران و هتل رو شامل میشه. دیزنیلند یکی از شادترین مکانهای دنیاست و مکانی ایدئال برای تفریح در کنار شخصیتهای معروف کارتونهای دیزنیه که برای تمامی سنین جذابه. همچنین یونیورسال استودیو نیز یکی از دیدنیهای آمریکاست که تلفیقی از صنعت و هنره. این مکان استودیوهای متعدد فیلمبرداری، وسایل بازی گوناگون و خانه‌های زیبا که لوکیشن بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌های آمریکایی بودن رو شامل میشه که قدم زدن در میان شهرک‌های سینمایی این استودیو حس حضور در فیلم‌های مشهور جهان رو در شما ایجاد می‌کنه. در کنار این، بازدید از بلوار مشاهیر ستاره‌دار نیز خالی از لطف نیست. این بلوار به طول 2 کیلومتر حد فاصل بلوار هالیوود و خیابون وین در لس آنجلسه که 2500 ستاره به نام ستارگان و مشاهیر در پیاده رو این خیابون نصب شده. پیاده روی در این خیابان و یافتن هنرمند مورد علاقتون میتونه برای شما بسیار خاطره انگیز باشه. لایک ویدیو و عضویت در کانال رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.